به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. بیاید یه پلن دیگه برای همدیگه بررسی کنیم، یه پلن بازی رو. در اتاق غزه سلسله اتفاقاتی داره میفته و من میخوام بهش بپردازم، ببینم محور مقاومت داره چیکار میکنه، آمریکایی دارن چیکار میکنن، اسرائیلی ها در حال انجام چه کاری هستن. اسرائیل ورود به رفح رو توی هیئت دولتش تصویب کرد، کابینه جنگش، یعنی ما میخوایم وارد رفح شیم. یک موضوعی وجود داره، همزمانی رونمایی انصارالله یمن از موشک هایپرسونیکی با هر با سرعت 8 ماخ میتونه حرکت کنه و برد عملیاتی بالایی داره همزمان شد. چی داره روی میده؟ دو طرف ماجرا هست، حماس، اسرائیل. پشوانه این دو طیف، این دو طرف کیا هستن؟ ایران، محور مقاومت، آمریکا، غرب. یکی پشت اسرائیل ایستاده و دیگری پشت سر حماس ایستاده. بیراه نیست اگر به این بپردازیم که برنده منازعه در غزه طرف و جریان و گروه و کشور و جغرافیا و فلسطین، اسرائیل. طرف پیروز اون بخشی هست که در پشت ماجرا جریانی که پشتیبانیش میکنه بر دیگری فاتحشه. بذارید یک کمی ساده ترش کنم. حماس زمانی میبره که ایران آمریکا رو، مچ آمریکا رو بخوابونه. اسرائیل زمانی میتونه حماس رو شکست بده که آمریکا مچ ایران رو بخوابونه. شسته و رفته. بیاید ببینیم وضعیت به چه سمت و سوی داره میره. ایران خواهانه چیه؟ آتش بس در غزه. آمریکا خواهانه چیه؟ پایان حماس. ما چی داریم؟ اونها چی دارن؟ اونها از در واقع فشارهای بین المللی رو کنترل میکنن، الزام آور بودن بیانیه‌های جهانی و بین المللی رو برای محکوم کردن اسرائیل و کنترل کردن اسرائیل کنترل میکنن، تسلیحات همه جانبه به اسرائیل میدن. از ورود محور مقاومت به داخل جغرافیا اسرائیل جلوگیری میکنن و کشور عربی رو هم کنترل میکنن. خب ایران داره چیکار میکنه با محور مقاومت؟ یک، فشار روی پایگاه آمریکایی رو تشدید کرد. دو، ورودی تنگه باب المندب دریای سرخ به اسرائیل رو مسدود کرد. سه، به گفته رهبر انصارالله یمن تسلیحات، تنها کشوری که تسلیحات به حماس و غزه میرسونه ایرانه، تسلیحات رسوند به خود یمنی ها به همین شکل. خب در ادامه وضعیت فشار بر اسرائیل رو در بعد اقتصادی و شمال، مرز لبنان و اسرائیل، جنوب، بندر ایلات تشدید کرد. خب این بازی رفت جلو. حالا به نقطه از بازی در سطح بسیار بالاتری رسیدیم، نقطه ای که یا اسرائیل شکست بخوره یا حماس. برای اینکه اسرائیل شکست بخوره باید آتش بس در غزه اتفاق بیفته و تشکیل کشور فلسطین. برای اینکه حماس شکست بخوره و اسرائیل پیروز شه، اسرائیل باید وارد رفح بشه و حماس رو نابود کنه و تا جایی که میتونه این فلسطینی ها رو کوچ بده به جای دیگه. خب یه مشکلاتی برای اسرائیلی ها به وجود اومده، به تبع اون مشکلاتی برای آمریکایی ها به وجود اومده که اون مشکلات داره بر سر اسرائیل فرود میاد با دوزی بسیار بالا، با دوزی بسیار بالا. اون چیه؟ گذرگاه کوریدور دریای سرخ قطع. آمریکایی ها و بریتانیایی ها با اون آلمانی ها و اینا نتونستن کاری کنن، شکست خوردن اونجا. خیلی خوب، تبعات حمل این کالا به اروپا تورمزاست در میان مدت و بلند مدت به شدت آسیب زننده است. 40% هزینه حمل و نقل و باره میبره و روی تورم به شدت تاثیر خواهد داشت. مبنا رو بر این بذاریم که آمریکا و اروپا بپذیرن تو این شرایط وخیم اقتصادی این رو تحمل کنن، چون نتونستن گذرگاه رو باز کنن
و این شانس رو به اسرائیل بدن که وارد رفح شه. اینجا بازی تغییر کرد. یک بازی فوق‌العاده اتفاق افتاد. به یک باره انسولای یمن موشک هایپرسونیک فراسولت رو نمایی کرد. میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما از اقیانوس هند به دماغه امید نیک هم نمیتونید برید کل آفریقا رو دور بزنید، بیایید توی اطلس از جبل الطارق بیاید تو مدیترانه مثلا به اسرائیل کالا بدید. ما توی اقیانوس هند مسیر دماغه امید نیک هم میتونیم بزنیم کشتای شما رو. اینجا یک مسئله رخ داد. دو تا کشتی نفتی آمریکا هم به نفع بیماران پروانه‌ای در خلیج فارس توقیف شد. حالا اینجا رو بگم لذت ببرید. یه بار یه تحلیل انجام دادم، خیلی تمسخرم کردم، خیلی مورد تمسخر قرار گرفتم. گفتم هر کی باب المندب و هرمزو داره مالا کارم داره. حالا میفهمید معنیشو؟ تمام ورودی کالا از چین، ورودی کالا به دریای چین جنوبی، تنگه مالاکا در کنترل ایرانه. چون این تنگه باید یا از اقیانوس هند بیاد تو دریای سرخ بره اروپا، یا باید بیاد توی تنگه هرمز بره تو خلیج فارس، یا باید بیاد از اقیانوس هند دماغه امیدنیکو دور بزنه بره حالا به سمت آمریکای لاتین یا اروپا. هر سه تحت کنترل ایران و محور مقاومته. هر سه، چه خروجی انرژی به چین، چه ورودی کالا از شرق آسیا به این سه محور، چون محور دیگه ای وجود نداره بعدش که دیگه سمت اقیانوس آرامه که چینی ها از اقیانوس آرام برن از سمت استرالیا به سمت آمریکا که اونجا مناقشه خودشو داره. هر سه آبراه تحت کنترل ایران در اومده. آره بهتره که اونی که چشم دیدن این قدرت رو نداره، بهتره که دوره قاجار نیست، دمان فینکنشتاین نیست که بریم گردن کج کنیم و فرانسوی ها تسلیحات بگیریم. تموم شد اون دوران، تموم شد. بازی بزرگتر اومده اینجا. این بازی بزرگتر چی میگه؟ یا آمریکا یا آتش بس در غزه، یا اگر اسرائیل وارد رفح بشه کل سه محور مالاکا به خلیج عدن، مالاکا به خلیج فارس، مالاکا به دماغه امید نیکو میبندم، میتونم و میبندم. مثل همون کشتی هایی که غرق کردم، غرق خواهم کرد. همونطور که تو در غزه میکشی، ما هم کشتی های شما رو غرق خواهیم کرد. چند تا اتفاق رخ میده. اول، آمریکا در روبروی و انسال یمن موفق نبود، چون نمیشه، اصلا غیر ممکنه. شما اگه بخوای اونجا دست بگیری بعد دو سه سال وارد جنگ بشی، نیروی رزم بسیار زیاد، بیای داخل خاک یمن، یمن رو اشغال کنی، پاکسازی کنی، اون دو سه میلیون نفری که میان توی تظاهرات یمنی ها همه رو بکشی، تسلیم کنی، بری اونجا وایسی، بتونی بازش کنی. خب تازه بعد لبنان هم میتونه این کارو بکنه، همین نقش لبنان هم میتونه ایفا کنه، از سوریه هم میشه ایفا کرد، خود ایران هم میشه مدیترانه رو زد. خب این یه موضوع. پس نشده. اینا که نتونستن یمن رو کنترل کنن، چطوری میخوان بیان مثلا تو خلیج فارس جلو ایران رو بگیرن یا تو دماغه امید نیک؟ میزنه، تسلیحاتشو داره، نقطه زن. همون پروژه‌ای که شما دنبال نکردید ما دنبال کردیم. میدونید دیگه آمریکایی‌ها تو خلال جنگ دوم سه تا پروژه داشتن. یکی پروژه منهتن بود، تولید بمب اتم انجام شد. یکیش تولید بمب‌های آتش‌زا بود. این بمب‌ها چطور بود؟ شما می‌دونید دیگه رنگ دو تا قابلیت داره، به شدت اشتعال‌زایی داره، یعنی آتش‌زا است. دومن وقتی که به یک جای می‌چسبه سریعا خوش میشه و کنده نمیشه، میمونه. ساخت بمب‌های آتش‌زا استفاده از این فرمول بود. این فرمول یکی از پروژه‌های بود که اینا دنبال کردن که وقتی به بمب‌های آتش‌زا رو می‌زنن و در واقع برخورد می‌کنه، این حجم از آتشی که با اون نوع سبک آتش‌زایی ایجاد میشه بتونه مردم رو کاملا بسوزونه، هر جایی رو بسوزونه. توی پایان جنگ جهانی دوم فکر کنم از 64 تا شهر ژاپن دو تاش بود که خب بمب اتم بهش زدن، هیروشیما و ناگازاکی. این دوتا رو بذارید کنار، بقیه اون شهرها در حملاتی که در ارتفاع پایین از سوی جنگنده های آمریکایی اتفاق افتاد، این بمب ها رها شد، جنگ تموم شده و ژاپن تسلیم شده بود.
این بمب ها رها شد و تمام شهرهای ژاپن این بمب ها رو تجربه کردن. حتی روایت هست که مثلا مردمی که زنهایی که بچه هاشون پشت خودشون بسته بودن و فرار میکردن، تو اون هیجان، استراب، ترس، تو فضا وقتی میرسیدن به یک جایی میدونن که بچه پود شده، سوخته. یعنی این حجم از شعله و قابلیت آتش سوزی داشت و بمب هایی که به پل ها میزدن تا مردم به رودخونه نرسن. روایتی هست که 60 تا 70 هزار نفر تو همون نیم ساعت اول سوختن. میدونید دیگه ژاپن اجازه نداره اینها رو باز کنه، یاد بوده خیلی کوچیک میذاره، آمریکایی‌ها اجازه نمیدن، ژاپن مستقل نیست. این دومین پروژه اینها بود. اینو میبینیم دیگه، هم بمب اتم دارن هم خیلی راحت میکشن، تو غزه میبینیم. پروژه سومشون چی بود که باهاش مخالفت شد، کنار گذاشته شد؟ این که ما بیایم موشک ها و بمب های رو طراحی کنیم که خیلی نقطه زن اتفاق بیفته تا کشتار دست جمعی اتفاق نیفته. اهداف و زیرساختایی که میخوایم رو بزنیم و اون کشور رو به خاطر اینکه زیرساختا و اهدافش خورده مغلوب کنیم. این پروژه‌ای بود که پروژه سوم بود، کنار گذاشتن آمریکایی‌ها اون دوتا رو، ولی ما این پروژه رو به بهترین شکل انجام دادیم. کشتی در حال حرکت و در فاصله 1500 کیلومتری، 1000 کیلومتری، 500 کیلومتری با تسلیحاتی که داریم میزنیم. نقطه زن حتی میتونیم اون جایی که میخوایم به کشتی بخوره رو هم تعیین کنیم. خب الان یه وضعیت ایجاد شده. وضعیت اول، ایران تثبیت کرد تسلط کاملش رو بر عبور و مرور کشتی ها از این سه مسیر، کاملا کنترل کرد، در اختیار گرفت و نشون داد که شما نمیتونید با حملاتی که از طریق جنگنده هاتون انجام میدید این کنترل رو از بین ببرید. حالا آمریکایی‌ها باید به این فکر کنن، اگر اسرائیل وارد رفح بشه هیچ کشتی، تکرارمونم، هیچ کشتی نخواهد رسید. این نکته اول. نکته دوم، جنگی در منطقه شکل میگیره که آمریکا باید کلی توان بیاره. همزمانی که هیچ کشتی نخواهد رسید، همزمانی که قیمت انرژی سر به فلک خواهد رسید، همزمان باید با کل توانش بیاد اینجا توی یک جغرافیای بسیار گسترده، از خشکی و دریا با منابعی که آسیب پذیرن در مقابل ایران و محور مقاومت بجنگه. این یعنی تمام شدن اروپا. اروپا تسلیحات نداره که بخواد الان وارد جنگ بشه. من مکتوب نگید چی گفت. چین هم که اونور میبلعه. این یک وضعیت واقعیه برای آمریکایی ها. حالا چی روی میده؟ به یک باره رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میاد میگه اسرائیل داره قربانی منافع نتانیاهو میشه. نتانیاهو باید بره. اسرائیل ها باید دولت دیگه انتخاب کنن. اسرائیل با این وضعیت دوچار پایان ماهیتش میشه و چیزی از اسرائیل نمونه. آهان، داره اونجایی که من برای شما تحلیل کردم و میبینه، داره اون نقطه رو میبینه، خوب میدونه. بایدن هم میاد چی میگه؟ میگه تایید میکنم صحبت های تدمر رو، تایید میکنم. بله آقایی که پیام میدی، آقای ندیمی، 6 ماه 5 ماه از جنگ گذشت، اونجا خونه ای نمونده، شکست خوردن، فلسطینی‌ها دارن کشته میشن، شما چه روی داری میای صحبت میکنی؟ جنگ ابعاد گسترده ای داره. در جنگ کسی که بیشتر بکشه فاتح نیست. فاتح جنگ کسی هست که منابع هژمونیک رو کنترل کنه. گذرگاه ها، امنیت گذرگاه ها، انتقال یا ورودی انرژی، انتقال یا ورودی کالا. اسرائیل کاملا محاصره شده. شما شبکه محور مقاومت وقتی نگاه میکنی و اینا رو به هم لینک میکنی، دور تا دور اسرائیل محاصره است. هیچ راهی در دنیا وجود نداره که بتونه به اسرائیل کالایی برسونه اگر ایران و محور مقاومت بخوان جلوشو بگیرن، که وارد این پلن شدیم. از گرسنگی خواهد مرد یک به یک کسانی که در اون جغرافیا زندگی میکنن. به این میگن فتح، به این میگن پیروزی. اینو در نظر بگیرید. حالا آمریکایی ها یک گزینه پیش رو دارن، یا بیان فشار حداکثر رو نتانیاهو بذارن و آتش بس در غزه رو ایجاد کنن، حداقل تو پلن اول. تو پلن دوم ممکنه برای کشف کشور فلسطین بخوام بهانه‌ای بیارن یا درگیری های جهانی رو رصد کنم ببینم وضعیت چی میشه، بعد ورود کنم، چون الان نمیتونم تمرکز حتی اکثری بذارم. محور مقاومت محور هژمونیکی است. یا وارد
ادامه بازی بشن، کشتی ها بخورن، آسیب ببینن، حجم درگیری بیشتر بشه. اینجا یک مسئله ای هست، کنترل درگیری غیر ممکن میشه. یعنی لبنان و اسرائیل حتما در ماه آینده با جنگ گسترده میشن. اینجا چین به شدت و به سرعت اروپا و آمریکا رو مغلوب خواهد کرد. چرا؟ چون چینی ها کشتی هاشون به مقاصدی که میخوان خواهد رسید، ولی به جز اون کشتی های مد نظر و مورد هدف ما که به اروپا و آمریکا مربوط میشه به هدف نخواهد رسید. یعنی چین وارد فرایند تقاضای حداکثری نسبت به آنچه که داره میشه. یعنی همه اروپا، همه کشورها نیاز حداکثری به چین پیدا مونن، چینی که میتونه با همکاری و استراتژیک بودن با ایران کالهاشو به اونجا برسونه، و آمریکایی که وارد درگیری حداکثری با فشار و توان حداکثری به سمت منافعش روبرو میشه. چین رشد عجیبی خواهد کرد اگر یه چنین درگیری ایجاد بشه که محوری مثل محور روسیه اروپا تو اون گستردگی. اینها واقعا میبازن که هزینه های به شدت هنگفتی باید بدن که چین یکیشو نخواهد داد. چین وقت باید بیاد به ما باج بده. خب اینجاست که بایدن و تدمر میان میگن آقا نتانیاهو جمع کن، جمع کن بساطتو. این وضعیت دو گزینه پیش رو داره. گزینه اول، یا تک تک کشتی هاتون رو خواهیم زد، هیچ کشتی به اون سمت به سمتی که شما میخواید نمیره بدون اجازه ما، یا آتش بس در غزه رو ایجاد میکنید با سازوکاری که حماس تعیین میکنه. این وضعیت روبروه. حتما ادامه جنگ مهمترین سناریوه، اما تبعات ادامه جنگ برای آمریکا داره به بخش و سطح غیر قابل تحمل تبدیل میشه. یعنی تحمل این وضعیت که کشتی های شما در اقیانوس هند حتی مسیر دماغ امید نیک هم مورد هدف قرار بگیره از توانشون خارج خواهد بود. یا باید تسلیم ما بشن و خواست ما رو بپذیرن، یا باید با ما وارد درگیری بشن. اگر جنگی شکل بگیره بین اسرائیل و لبنان، اسرائیل کاملا محاصره خواهد بود، کاملا در سطح بالاتر کاملا محاصره حداکثری میشه. تنها شرط برتری آمریکا در این پلن نسبت به ایران اراده حمله اتمی به ایران خواهد بود. در صورت هر جنگ غیر اتمی با سلاح‌های متعارف، شکست ایران امروز در وضعیت آمریکا با تسلط ایران بر دو تنگه راهبردی و تسلط ایران بر تنگه مالاکا بعد از مالاکا برای عبور کشتی‌ها به هر نقطه‌ای که علاوه امنیتی هم مالاکا هم دارن کنترل میکنن، غیر ممکنه. مگر اینکه نظام دنیا تک قطبی بود، چین و روسیه و اینا هم توی محور آمریکا بودن، یک نظام بین المللی و اطراف بین المللی در مقابل ایران و محور مقاومت بود، اون موقع من قبول میکنم. الان سالها، کیلومترها و قرنها با این وضعیت فاصله داریم. همین امروز این چنین نظام دیگه ایجاد نمیشه. این وضعیت رو داشته باشید. برای بازدارندگی اتمی هم ما بارها راجبش صحبت کردیم، ما بودیم در آستانه نگه داشتیم، و من معتقدم اگر درک حاکمیت به این مرحله برسه حتما این کار رو هم خواهد کرد. و چه سلاح‌هایی که رونمایی نشده و ما نمیدونیم، چون نمیدونیم هم حق بدید، اینجای تحلیل همیشه باگی داریم ما دیگه. آنچه که رهبر جمهوری اسلامی ایران و سران رده بالا امنیتی نظامی ما میدونن ما نمیدونیم، و به خاطر همین تو این بخش تحلیل یه مقدار ما مجبور هستیم از زاویه اتمیک نگاه کنیم به مسائل. طبیعی هم هست، ایران تمام پتانسیل ها و قابلیت های ساخت بمب اتم رو داره، هم پدافند لینک شده داره که میتونه کل کشور پدافند لینک و در یک برد 500 تا 600 کیلومتری اهداف رو تشخیص بده. یعنی در صورت شروع فرایند حمله اتمی ایران میتونه سریعا پاسخ بده اگر اتمی باشه، هم تأسیسات در عمق زیر 100 متر داره که با هیچ تسلیحاتی قابلیت تخریب نداره، هم مرکز فرماندهی کاملا هماهنگی در بخش محور مقاومتی و در تمام سطوح در بخش نظامی امنیتی داره که
میتونه در واقع بازدارندگی اتمی و پاسخ دوم رو کاملا انجام بده و فقط نساخته. این رو هم لحاظ کنید. ممنون از اینکه با من همراه بودید، این پلن رو، این سناریو رو دنبال کردید. به زودی سال نو هم میرسه، امیدوارم سال آینده سالی باشه از افتخارات عجیب و غریبی که یک بگ راجبش صحبت خواهیم کرد. هر جای دنیا هستید شاد، خرم و لبتون خندون. پاینده ایران، همیشه ایران برای ایران.